جسم انسان پس از مرگ در قبر جای میگیره و همه بستگان و نزدیکانشون رو تنها میگذارن. زمانی که جسم دیگه ارزشی نداره و اسیر خاک شده، روح همچنان با آگاهی کامل به ادامه زندگیش میپردازه. لحظات اولیه بعد از خاک سپاری بسیار سخت و طاقت فرساست. اگر انسان مؤمن به خداوند و اهل انجام عمل صالح و نیک باشه، خود خداوند راهنما و یار او خواهد بود. اما برعکس، انسان گناهکار دیگه به آخر خط رسیده و زمانی برای جبران نداره. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافیست که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل آمازون تیوی همراه باشید. درباره شب اول قبر و اتفاقاتی که در این شب حساس رخ میده در ویدیوهای قبلیمون مفصل با هم صحبت کردیم، اما حالا میخواییم در رابطه با عالم برزخ و اتفاقات بعد از دفن انسان و خروج روح اون از بدن با شما صحبت کنیم. این بار نمیتونیم از تجربیات اشخاص استفاده کنیم، چرا که کسی که از دنیا رفته و به خاک سپرده شده دیگه راهی برای بازگشت و تعریف آنچه که دیده نداره. بنابراین مجبوریم که از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام برای شناخت بیشتر دنیای بعد از مرگ استفاده کنیم. قرآن کریم دو نوع بهشت و جهنم رو مطرح میکنه، یکی بهشت و جهنم برزخی که موجود هست ولی موقتی و با برپایی قیامت پایان پیدا میکنه، و دیگری بهشت و جهنمی در قیامت هست. در برزخ روح ما در قالب بدن مثالی قرار میگیره. بدن مثالی یعنی چیزی ما بین روح و جسم دنیایی ما، یعنی همون شکل و شمایل جسم خودمون در دنیا رو داریم، اما مکان و زمان دیگه برای ما معنی پیدا نمی کنه. اما احساسات رو درک میکنیم، احساس درد و عذاب یا شادی و آرامش و خیلی چیزهای دیگه. در عالم برزخ که حائلی میان دنیا و آخرت هست، بهشت و جهنم برزخی وجود داره و انسان‌های مؤمن و درستکار تا برپایی قیامت و رفتن به بهشت واقعی در بهشت برزخی میمونن و انسان‌های کافر و گناهکار در جهنم برزخی روزگار خودشون رو میگذرونن. مؤمنین با توجه به درجه‌ای که دارن در عالم برزخ و قبر در صفا و خوشی به سر میبرن و حتی جسد برخی از اونها در قبر تازه میمونه و هیچ گونه فساد و تغییری در بدن اونها شکل نمیگیره. پس از برپایی قیامت، بهشت و جهنم ابدی مهیای حضور انسانهای نیک و بد خواهد بود. خداوند متعال نه تنها در قرآن بلکه در سایر کتب آسمانی مردمان را نوید میده که با ایمان و انجام عمل صالح و به دست آوردن رضایت خداوند با انجام واجبات و محرمات میتونن به بهشت دست پیدا کنن. بهشتی که سراسر خوشی و شادی. خب، حالا سوالی که در ذهن ایجاد میشه اینه که با این وجود چه تفاوتی بین بهشت و جهنم برزخی و بهشت و جهنم بعد از قیامت وجود داره؟ یکی از تفاوت‌های میان عالم برزخ با عالم قیامت و بعد از اون اینه که در عالم برزخ انسان‌های مؤمن که در دنیا به کارهای خیر و نیکو مشغول بودند امکان رشد و تکامل دارن. در واقع بهشت در عالم برزخ موقعیتی رو برای انسان‌های مؤمن و خداشناس ایجاد می‌کنه تا بتونن در پرتو نعمت‌های الهی قرار بگیرن و هم از نعمت‌های بهشتی بهره ببرن و هم سیر و تکامل و رشد داشته باشن تا در قیامت که مورد حساب نهایی قرار می‌گیرن موفق‌تر باشن و از سعادت بیشتری برخوردار بشن. در واقع انسان‌هایی که جای اونها در بهشت برزخی است مثل گناهکاران در جا نمیزنن و سکون ندارن، بلکه اونها میتونن رشد کنن و به مرور کاملتر بشن. تصویری که از بهشت در قرآن ترسیم شده بسیار زیبا و گاهی حیرت انگیزه که در این ویدیو میخوایم به بیان برخی توصیفات قرآنی اون بپردازیم. از نگاه قرآن بهشت بسیار وسیعه، به طوری که عرض اون رو هم اندازه آسمان و زمین میدونن. برای رسیدن به آمرزشی از پروردگارتان
و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند بر یک دیگر سبقت جویید. این فضل خداست که به هر کس بخواهد آن را می دهد و خداوند را فزون بخشی بزرگ است. روز و شب در بهش وجود داره دوستان. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید در آنجا سخن بیهوده ای نمی شنوند جز درود و روزیشان صبح و شام در آنجا آماده است. در روایت اسلامی چنین آمده که گرچه در بهشت هموار نور و روشنایی است، اما بهشتیان از کم و زیاد شدن نور و نوسان اون شب و روز رو تشخیص میدن. جاذبه های دیداری در بهشت از منظر قرآن بسیار زیبا و شنیدنی. قرآن بهشت رو باقی بزرگ که از زیر درختان رنگارنگ و گوناگون و سایه‌سار اون جویهای آب روان هست و آبشارها و چشمه های جوشان بر زیبایی اون میافزایند توصیف میکنه. قرآن برای پذیرایی بهشتیان از سینی‌های زرین، جام‌های بلورین و خادمانی زیبا که مدام در اطراف بهشتیان حضور دارند یاد کرد. حالا تا اینجا نتیجه می‌گیریم که بهشت جایگاهی برای زندگی ابدی انسان است. در اونجا از خواب و مرگ خبری نیست. فرشتگان در دو وعده صبح و شام به بهشتیان قضا می‌دهند و در وعده‌های دیگر با میوه‌های گوناگون و شربت‌های گوارا از آنان پذیرایی می‌کنند. بهشتیان از سرما و گرما در امانند چون هوای بهشت مطبوع و پرنسیم است. بهشتیان همنشین فرشتگان هستند. لباس آنان از حریر و ابریشم سبز است. با دستبندهای طلا و نقره زینت می‌شوند. خداوند از آنان و آنان از خداوند راضی هستند که این بالاترین نعمت بهشت است. جالبه بدونید بهشت 8 طبقه و 8 در داره. آیات قرآن بر این امر دلالت دارن که بهشت شامل درهایی است. از جمله آن که می‌فرماید همان بهشت‌های عدن که آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند در آن داخل می‌شوند و فرشتگان از هر دری بر آنان در می‌آیند. طبق آیات قرآن برای بهشت 8 باب یا نوع درجه وجود داره که عبارت است از اول بهشت فردوس، دوم بهشت عالیه، سوم بهشت نعیم، چهارم بهشت عدن، پنجم بهشت دارالسلام، ششم بهشت دارالخلد، هفتم جنت المأوا و هشتم بهشت دارالمقام. این تفاوت‌ها شاید به خاطر اعمال افراده که بر اساس عدل الهی هر کسی در درجه ای قرار می‌گیره. چنانکه امام صادق علیه السلام می‌فرمایند نگویید بهشت یکی است، چرا که خداوند می‌فرماید درجات بعضی بالاتر از بعضی دیگر است و این تفاوت‌ها به خاطر اعمال آنها است. اما حالا وقتش شده که به توصیف جهنم و عذابهای اون نگاهی بندازیم. جهنم معروفترین نام دوزخه که بیش از 70 بار در قرآن تکرار شده. در مورد عذاب جهنم باید گفت عذابها دو گونه هست، هم عذابهای جسمانی و هم عذابهای روحانی. مجازاتهای جسمانی عبارتند از عذابهای سخت و سنگین و نوشیدنیهای آنان، لباس‌های دوزخیان و دیگر عذاب‌های جسمانی که دوزخیان گرفتار آن هستند و عذاب‌های روحانی آنان هم عبارت است از غم و اندوه جانکاه و حسرتی بی‌پایان، تحقیر و سرزنش فراوان و دیگر آلام و دردهای روحی که دوزخیان از آن رنج می‌برند. این مجازات‌ها مسلماً با اعمال اونها در دنیا هماهنگ که مظلومان رو با انواع کیفر و شکنجه‌ها در فشار قرار می‌دادند و آیات الهی رو به مسخره می گرفتن و بر دیگران کبر و غرور می فروختن. خداوند در قرآن کریم می فرماید در آن هنگام که قل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می کشن و در آب جوشان وارد می کنن، پس در آتش دوزخ افروخته می شوند. سپس به آنان گفته می شود کجایند آنچه را که همتای خدا قرار می دادید، همان معبودهایی را که جز خدا پرستش می کردید. این عذاب به سبب آن است که به ناحق در زمین شادی می کردن و از روی غرور و مستی به خوشحالی می پرداختن و از درهای جهنم وارد شوید و جاودانه در آنجا بمانید و چه بد است جایگاه متکبران. نکته قابل توجه و امید بخش اینه که جهنم دارای 7 دره
و همونطور که اشاره کردیم بهش دارای 8 در میباشه. این تفاوت بیانگر آنه که افرادی که به بهش میرن بیشتر از افرادی هن که به جهنم میرن، زیرا رحمت خداوند خیلی بیشتر از غضب الهیه. توصیف بهشت و جهنم که بیشتر از آیات قرآن کریم و تفاسیر اون و همچنین روایات معصومین علیهم السلام به دست ما رسیده بسیار فراوانه و ما در اینجا به معرفی مختصر اونها بسنده کردیم. امیدواریم که خداوند توفیق طاعت و بندگی خودش در دنیا رو به همه ما هدیه کنه و در برزخ و قیامت به لطف خودش جزء بهشتیان باشیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.